مكتبم نوري دي داغونم تو مكتبم عمري جاودانم تو مثل مادر محب و غمخواری مکتبم باغی به خزانم تو السلام علیکم خوانندگان عزیز شاگردان مهربان درس امروزه ما درس زبان تاجیکی شاگردان مهربان خوانندگان عزیز شمایان عزیز را با تحصیل نوی خانشتان مبارک بادی می گویم. برایتان تنی صحتی و سالمی در خواندنهایتان بردباری ها را تمنا دارم. همیشه در سعی و کوشش علم و دانش باشید. زیادتر کتاب خوانید. خیلی که ابو عبدالله رودکی گفته است دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بعد بر تن تو جوشن است. بله، دانش چراغی عقل است که دیدگان از آن روشنی و نور گیرند، دلها خوشی و سرور می گیرند. شخص دانشمند زینتارای هر انجمن است. خوانندگان عزیز، البته شما می دانید درگاه علم و معرفت مکتب است. چشمه سرشار علم از آستان مکتب است. مرغ مست آرزو از آشیان مکتب است. مکتب بزرگ درگاه است که برابری در آستانه اش قدم گذاشتن خوردان بزرگ، بزرگان برنادل و بی خیردان صاحب خیرد می گردند. مکتب مکانی علم و معرفت، فرهنگ ادب و دانش و خیرد است. نیست کسی که از این درگاه مقدس سبق نگرفته باشد. نیست بزرگ دلی که سبق استاد ندیده باشد. در همه دور و زمان جامعه جهانی را به استاد، معلم، آموزگار درک کردن دشوار می باشد. زیرا ما را استاد تعلیم می دهد و براه راستی زندگی آماده می نماید. اگرچه به وصف استاد معلم شاگردی شیرین کلام بگوید تحسین، اگرچه مهر او پاینده نبود، در ایجاد چنگیز سرلوحه نمود. با استاد هر کنار منور گردد، با استاد گنجینه پاینده گردد. بچه های عزیز، شما مکتب جان جان خود استادان مهربانتان را دوست می دارید و حرمت می کنید. خوانندگان عزیز، شما در این درس ها برای گرفتن تعلیم و تربیه اشتراک دارید. با یاری و راهبری آموزگار دانش می آموزید. نطقتان برا گشته، قابلیت فکرانیتان انکشاف می یابد. برای همین شما از درس ها در عقب نمانید. به سخن های آموزگار با دقت گوش بدهید. درس های هر روزه فعال اشتراک کنید. برای گرفتن بهاهای خوب و اعلی کوشش
غیرت کنید. بچه های عزیز، امروز شما البته با کیفیتی خوش و خرسند درس امروز را آغاز می کنید. خوانندگان عزیز، درس امروز ما موضوع پیرامون ارزش زبان و سخن. مقصد درس امروز ما زبان رکن اساس ملت بودنش را دانسته می گیریم. مدنیت سخن و زبان را می آموزیم. با موضوع های آینده شناس شده دانشمان را می افزاییم. شعار درس امروز ما چنین است: بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خار گردد. شاگردان عزیز، چخیلی که استاد صدرالدین عینی گفتند، زیادتر کتاب خوانید. فرزندان مناسب وطن عزیزمان شوید. بچه های عزیز، وطن بهبودی و بهروزی ایماست. وطن خوشنامی و فیروزی ایماست. زی عشق وطن جوش دارد دلم، بر حرف وطن گوش دارد دلم. وطن را بنازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار. خوانندگان عزیز، پس بیایید درس امروزمان را آغاز میکنیم. زبان در جهان ای خردمند چیست؟ کلیدی در گنج صاحب هنر. بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. کلمه زبان در لغتها به معناهای زیاد شرح یافته است. اگر مضمون همه آنها را در مجموع بگیریم، یک معنا برمی آید. واسطه مهمترین علاقه فکری بین آدمان. خوانندگان عزیز، با دقت گوش کنید. بار دیگر تکرار می کنم. زبان واسطه مهمترین علاقه فکری بین آدمان. در عالم زیاده از 2000 زیاد زبان موجود است. این زبان ها به گروه ها جدا شده تا درجه میانی هم خویش و تباری دارند. نباید فراموش کرد که در عالم هیچ چیز مقدستر و عزیزتر از زبان نیست. انسانان با زبان شیرین و گوارای خود از تمام جانوران فرق می کند. زبان و سخن دوره ها را با هم پیوند می سازند و در انکشاف علم و دانش و پیشرفت جمعیت اهمیتی بزرگ دارند. مخصوصاً سهم زبان مادری ما در رواج و رونق فرهنگ جهانی بی اندازه است. خیلی که بزرگان گفتند، زبان دانی جهان دانی. در وصف زبان بزرگان بسیار فکر و اندیشه های خود را بیان نمودند. خیلی که ناصر جان معصومی گفتند، زبان همچون واسطه علاقه و مبادله افکار
به همه اعضایان جمعیت و صنفها برابر. این زبان خرکتری صنفی ندارد و حادثه عمومی جمعیتی می باشد. زبان دیروز، امروز و فردای خلق، شناسنامه ملت در مسیر تاریخ بود و هست. گفته از لایق شیرعلی. بچه های عزیز، به این رسم نگاه میکنیم. مگر این شخص را شما میشناسید؟ بارک‌الله بچه ها. چنگیز ایتماتوف، نویسنده، قهرمان خلق قرقیز، دیپلمات، روزنامه‌نگار، ترجمان، سیاستمدار، شخصی بزرگی زمان خود بود. چنگیز ایتماتوف سال 1928 12 دکبر در دهه شکر به دنیا آمده است. بچه های عزیز، به فکر شما چنگیز ایتماتوف را برای چی امروز من به درس امروز در آوردم؟ چون که بچه ها، چنگیز ایتماتوف هم مثل دیگر شخصان بزرگ در وصف زبان چنین گفته است: اگر آدمیت زبان خودش را دوست دارد و حرمت کند، با دیگر زبان ها هیچگاه بی اهمیت نمی شود. سخن های چنگیز ایتماتوف که درباره زبان گفته شده است، بچه ها، همیشه در دل ما، در زبان ما همچون شعار می ماند. بچه های عزیز، خوانندگان مهربان، زبان خود را حرمت کنید. باید که مردم سخندان و سخنگوی باشد و از بدان زبان سخن خود را نگاه دارد. دایما سخن راست گویید و دروغگو نباشید و زبان براست گفتن معروف کنید. هرچی گویید راست گویید. سخن می تواند که راهنما باشد. سخن می تواند که هدایت آور باشد. چه خیلی که عبدالرحمن جامی گفته است: با سخن زنده شود نامی همه، با سخن پخته شود خامی همه. بچه های عزیز، از زبان سخنی نیک هم سخنی بد می براید. لیکن شما همیشه با زبان شیرین و گوارا سخن گویید. سخنی نیک آدمیت را تا به مقصد مکان رساند. اینک بچه ها، این سپارش را اجرا می کنیم. خصوصیت های نیک و بد زبان را در جدول زیرین نویسید. با دقت فکر کرده این جدول را به دفترتان با حسن خط زیبا می نویسید. بارک‌الله بچه ها. از زبان سخنهای نیک و بد می برآمده است. پس بیایید سخنهای نیک را یک به یک می خوانیم. السلام علیکم. سلامت باشید. صبح بخیر. آفرین. بارک‌الله. تشکر. سخنهای بد. نادان. بی عقل. تنبل. گمراه. بخیل. ناقابل. بی فراست. لیکن بچه های عزیز، من از شما همین را خواهش میکنم که آن سخنهای نیکی که به دفترتان نویستید همیشه در زندگی
در حیات شعار شما باشد. از زبانتان فقط ان همین خیر سخنهای نیک براید. اینک بچه های عزیز، سوال و سپارش ها با دقت فکر کرده و این سوال ها باید شما جواب دهید. اگر شما به این سوال ها درست جواب دهید، درس امروزه من را به نهایت نزد از خود کردید. سوال یکم، زبان چیست؟ سپارش دویم، معنای کلمه سخن را گویید. سپارش سیوم، معنای لغوی کلمه زبان را گویید. فکر میکنیم و به این سوال ها درست جواب میدهیم. زبان چیست؟ زبان واسطه مهمترین علاقه فکری بین آدمان. برکالله بچه ها، به نهایت درست گفتید. آفرین. معنای کلمه سخن چیست؟ معنای کلمه سخن گپ، کلام، گفتار. برکالله بچه ها، شما امروز لغت را به نهایت نزد اجرا کردید. آفرین. این کلمه ها را البته به دفتر لغتتان نویسته گیرید. معنای لغوی کلمه زبان را گویید. یکم، زبان عضویست عبارت از پارچه گوشت متحرک در دهان. معنای دویمش واسطه افاده فکر و علاقه با مردم، یعنی نطق. و درس امروزه ما معنای دویم این کلمه وابستگی دارد. برکالله بچه ها، شما این سپارش را به نهایت اعلی اجرا کردید. آفرین. اینک بچه های عزیز، بیایید با سپارش وظیفه خانگی از نزدیک شناس می شویم. مشق دو، شعر مومین قناعت را افاده ناک می خوانید و البته از یاد می کنید. من حاضر برای شما چطور افاده ناک خواندن این شعر را خوانده می دهم. با دقت گوش می کنیم. قند جویی، پند جویی، ای جناب هرچی می جویی بجو. بیکران بحریست گوهر به حساب، هرچی می گویی بگو. فارسی گویی، دری گویی ورا، هرچی می گویی بگو. لفظ شیر و دلبری گویی ورا، هرچی می گویی بگو. بحر من زبان مادریست همچو شیر مادر است، بحر او تشبیه دیگر نیست نیست، چون که مهری مادر است. زی این سبب چون شوخی های دلبرم، دوست می دارم ورا، چون نوازش های گرم مادرم، دوست می دارم ورا. خوانندگان عزیز، در این شعر خود مومین قناعت زبان تاجیکی را به بحر، گوهر، به شیر سفید مادر مانند کرده است. زی این رو زبان مادری خود را دوست دارید، احتیاط کنید و البته پایدار نمایید. با همین درس امروزه ما به آخر رسید. تا درس های آینده خانه آباد و خرم باشید.